سیرت اخلاقی رسول گرامی صلى الله عليه وسلم پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم در انظار دیگران داکٹر زویمر خوشناس کانادائی داکٹر زویمر هجده سیزده نوزده سد میلادی خوشناس کانادائی و عضو حیعت مسیحی در کتاب خوارزمین و آداب و رسوم آن می نویسد. حضرت محمد یکی از بزرگترین رهبران دینی جهان است و دلیل این مدعا این است که وی اصلاحگر قابل تقدیر و گوینده توانا و متفکری بزرگ بوده است. از این دو شایسته نیست که ما چیزی را که با این صفات منافات دارد با وی نسبت دهیم. قرآنی که او آورده است و همچنین تاریخ قرآن هر دو بر این مدعا گواهی می دهند. اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب ساعت سی و هفت. ویلیام چیتک انگلیسی ویلیام چیتک و ساچیکو موراتا انگلیسی در کتاب سیمای اسلام نوشته است محمد صلی الله علیه وسلم در مقام پیامبر حاکم قاضی و مشاور معنوی کل جامعه قرار داشت و بر این اساس از یک سو محل دریافت پیام الهی بود و از دیگر سو در مورد اهداف سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی حکم صادر می کرد و بر مسند قضاوت و رفع منازعات و مرافعات اجتماعی قرار داشت و به صدور دستور تنبیه و مجازات متخلفین از احکام خداوند و یا عفو و گذشت آنان می پرداخت و بالاخره طرف مشورت افراد جامعه در کوشش جهت نزدیکتر شدن به خداوند متعال بود سیمای اسلام ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی 27 کتاب تاریخ اسلام تحقیق دانشگاه کمبریج آلمان در کتاب تاریخ اسلام تحقیق دانشگاه کمبریج در مورد رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ساکنان مکه به هنگام فتح این شهر چنین نوشته شده است معامله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با مردم مکه چنان کریمانه بود که چون خطر تازه از جانب شرق پیدا شد و همه آنان را تعدید کرد دو هزار نفر از ایشان به سپاهش پیوستند و در جلوگیری از آن خطر با او همراه شدند. تاریخ اسلام تحقیق دانشگاه کمبریج ترجمه احمد آرام 94 چنانکه که مطالعه فرمودید دانشمندان غیر مسلمان غربی و شرقی هم اعتراف میکنند که محمد صلی الله علیه و سلم مصلح بزرگ نابغه تاریخ فرماندوای دادگستر انسانی به تمام معنا و پیشوای بزرگوار بود هرگز گام به سوی باطل بر نداشت شورا فرید و طرح نو در عالم انداخت از انسانهای راهزن دزد بدکار و غیره مردمانی تربیت کرد که امانتدار پارسا و معتمد بودند و جان تازه در کالبد مرده انسانیت دمید امروز دانشمندان غربی از کارها و نوشته های مغرزانه نیاکان خود بر ضد اسلام محمد صلی الله علیه و سلم و قرآن شرمگینند که روح آزادگی خود را به بهای ناچیز فروخته و موجبات سرفکندگی آیندگان خود را فراهم ساختند. محمد صلی الله علیه و سلم کشتی نجات انسانیت از گردابهای مرگبار فساد اخلاق و عقیده و چشمسار زلالی بود که تشنگان وادی توحید و یکتاپرستی از آن نوشیدند و عطش خیش را فرو نشاندند. در این اصل پرفتنه و آشوب که بنا به گفته برنارد شاو بیش از هر زمان دیگر به رهنمودهای پیامبر نیاز داریم لازم است که تمامی نویسندگان علما اندیشمندان و مؤسسات اسلامی چه در جهان اسلام و چه در فراسوی مرزهای آن در معرفی هرچه بیشتر و بهتر پیامبر صلی الله علیه و سلم بکوشند غبار از سیمای درخشانش بزدایند و عامه مسلمانان را با منطق و واقعگرایی قانی کنند که سیره و اخلاق آن حضرت صلی الله علیه و بهترین سرمشق و الگوی ایدئال برای بسامان رساندن زندگی فردی، اجتماعی و غیره آنان است و خوشنودی و رضایت پروردگار نیز در همین نهفته است. محمد صلی الله علیه و سلم از دیدگاه خاورشناسان ساعت 175 بخش هشتم مختصری از غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سرایا فرق بین غزوه و سریه غزوه به جنگ گفته می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن شرکت می کردن. اما سریه آن گروه اعزامی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را گسیل می کردن و خودشان در آن حضور نمی داشتند چنان که به همه آشکار است هدف از غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجبار غیر مسلمانان به حکام اسلام و پذیرفتن آن نیست بلکه اقامه دستورات الهی بر روی زمین الله است به این معنا که اسلام نه تنها مجموعه از عقاید و عبادات مانند سایر امت ها نیست بلکه حکم الهی در تمام مراحل و دستورات زندگی می باشد اگر غزوات بر مبنای اجبار نمودن به قبول دین می بود پس چرا جزیه برای خاتمه دادن به جنگ جواز پیدا نمود؟ اسلام با قیادت و سالاری پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم با قصد تحقق بخشیدن به هدف والایی به میدان آمده بود آنان جاه و پست و مال و منال و یا دنیای فانی را نمیخواستند بلکه هدف آنان چنان والا و میمون بود که هر انسان عاقل را به تعامل وامی داشت آنان اعلای کلمت الله در چهار گوشه هستی را خواستار بودند عبادت و بندگی الله و رهایی انسانها را از اصارت و بندگی نفس و شیطان و برچیده شدن ظلم و طاغوت را می طلبیدن. و این همان هدفی است که ربیعی ابن عامر رضی الله عنه در جواب رستم در فتح ایران که هدف آنان را می میگوید می گوید الله مبعوث ما کرده تا کسی را که بخواهد از عبادت بنده به عبادت الله سوق دهیم و از تنگی دنیا به فراخی آخرت رهنمون داریم و از جور ملل و مذاهب باطل به عدالت اسلام رهز پارسازیم. البدایه و نهایه 7.46 چنانکه در هیچ یک از غزوات و معارک اسلام ملاحظه نشده که پس از فتح مسلمانان سرزمینی را کسی از اهل آن را وادار به قبول دین کرده باشند. و اما تسلیم کفار به احکام الهی و گردن نهادن به حقانیت اسلام با اجبار و اکراه که با دلیل و برهان قاطع و سیمای زیبای اسلام و اخلاق نیکو و کارهای مجذوب و غیره بوده است چنانکه که آنان پس از درک جایگاه دین و عظمت و شوکت رسالت نبوی و ملکوتی بودن آن با اختیار کامل و میل خود به اسلام گرویدند از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همواره سعی بر با کاهش میزان تلفات و خسارات ناشی از جنگ نموده است فسخ نمودن جنگ با قبول اسلام و یا تن دادن به جزیه از جمله اسباب کاهش ضرر و زیانهای جنگ می باشد وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه مستقر شدند اجازه جهاد داده شد الله عزوجل این آیه را نازل فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا حج سیونو و کسانی که کفار با آنان می جنگند اجازه جهاد داده شد به سبب اینکه مورد ظلم قرار گرفتند اولین غزوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن شرکت کردند غزوه الابوا بود که به ودان معروف است و آخرین غزوهی که در آن شرکت کردند غزوه تبوک بود واولین سریه سریه حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنهو و آخرین سریه سریه عسامه ابن الزید به سوی شام بود سریه حمزهابن عبدالمطلب رضی الله عنه اولین سریهی که پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم فرستادند به فرماندهی حمزهابن عبدالمطلب رضی الله عنه بود سپاهیان این گروه تعداد سی نفر همه از مهاجرین بودند که با ابو جعل روبرو شدند و درگیری میان طرفین رخ نداد مرجع الفصول فی السیره از ابن کثیر و السیره النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه دراسه تحليلية از مهدی رزق الله احمد و مرواردهای پنهان مختصری از سیره رسول الله صلی الله علیه و سلام از موسی ابن راشد العازمی ترجمه عبدالله محمد ارمکی سریه عبیده رضی الله عنه سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام پسر کاکایشان عبیده ابن حارث ابن عبدالمطلب رضی الله عنه را به تشکیل شده از هشتاد سواره مهاجرین فرستادند که هدف آن قافله قریش بود و مبارزه که بینشان رخ داد تنها پرتاب نیزه بود مرجع سابق سریه سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه را به سریه فرستادن تا قافله دیگری از قریش را به آورد ولی قافله فرار کرد مرجع سابق غزوه ابوا در ماه سفر سال دوم هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اولین غزوهشان که غزوه ابوا بود خارج شدند که به نام غزوه ودان نیز نامگذاری شده است و هدف قافله قریش بود مرجع سابق غزوه بوات در ماه ربیع الاخر سال دوم هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه دیگری به نام بوات که هدف آن نیز قافله قریش بود خارج شدند و جنگی رخ نداد مرجع سابق غزوه اوشیره در ماه جمادی الاخر سال دوم هجرت سومین غزوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام غزوه اتفاق افتاد ولی رویارویی رخ نداد ایشان صلی الله علیه و سلم ابا سلمه ابن عبد را جانشین خیش بر مدینه تعیین نموده بودند غزوه بدر تنها چند شب پس از غزوه عاشیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای شرکت در غزوه دیگری به نام صفوان خارج گردیدند که این غزوه غزوه بدر الاولا نیز نامیده می شود سبب این غزوه تعقیب کردن کرزبن جابر فهری بود که مواشی مدینه را مورد چپاول قرار داده بود جانشین ایشان صلی الله علیه وسلم بر مدینه زید ابن حارثه رضی الله عنه بود مجای سابق سریه نخله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن جحش رضی الله عنه را در سریه به منطقه نخله بین مکه و طایف که هدف اصلی قافله قریش بود فرستاد و موفق شدند در این سریه عمر ابن الحضرمی کشته شد او اولین کافر بود که در اسلام کشته می شد و عثمان ابن عبدالله و الحکم ابن کیسان نیز اسیر شدند و مسلمانان هر چه در قافله بود را به غنیمت بردند بنابراین در سریه نخله به فرماندهی عبدالله ابن جهش رضی الله عنه اولین کشته و اولین اسرا و اولین غنیمت در اسلام اتفاق افتاد مرجع سابق غزوه بدر کبرا در رمضان سال دوم هجری غزوه بدر کبرا رخ داد که در این روز که روز فرقان نیز گفته می شود حق از باطل جدا گشت با مسلمانان خبر رسید که قافله تجارتی قریش از شام به سوی مکه در حرکت است این برای مسلمانان فرصت اطلاعی بود تا مقداری ولو بسیار اندک از ثروتشان که توسط قریشیان به چپاول رفته بود را از آنها باز بگیرند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه با 313 سیشد نفر از مدینه خارج شدند رهبریت کاروان تجارتی قریش را ابو سفیان بر عهده داشت الله عز وجل نام غزوه بدر کبرا را در قرآن جاودانه نموده و ویجگی های به آن اختصاص داده است که غزوه های دیگر ندارند و کسانی از صحابه که در آن حضور داشتند بهترین صحابه هستند در غزوه بدر کبرا الله جل جلاله پیامبرش صلی الله علیه و سلم را بسیار یاری نمود با چشم ایشان را روشن ساخت با این غزوه شوکت و عظمت مسلمانان افزایش یافت جنگ بدر جنگ نابرابرانه ای بود که در آن مشرکین با مجهزترین اسلحه روز به نبرد خالی دستان آمده بودند بان هم ساعتی از معرکه نگذشته بود که لشکر مشرکان از هم پاشیده پا به فرار گذاشتند و مسلمانان نیز تا شکست نهایی دشمن را تعقیب کردند در این جنگ تاریخ ساز هفتاد تن از مشرکان از جمله برخی از سرداران نامدار آنها چون عتبه شیبه ولید ابن عتبه امیه ابن خلف و پسرش علی حندله ابن ابی سفیان و ابو جهل ابن هشام و دیگران به قتل رسیدند و هفتاد تن دیگر به اصارت مسلمانان درآمدند مرجع سابق با این پیروزی بزرگ مسلمانان قدرت گرفتند و قبیله های داخل مدینه و خارج آن نیز احساس کردند در صورت خیانت با چه نیروی در طرف خواهند بود مؤمنان نیز قوت قلب یافته به خود و قدرت و تواناییشان امیدوار شدند و ایمان و توکل و باورشان به الله و کمک و یاری و پیروزی او قوت یافت و در یافتند که الله متعال بندگان مؤمن و نیکوکارش را هر چند اندک باشند بر ظالمان و ستمدیدگان و مشرکان هرچند زیاد باشند یاری میدهد دهد غزوه بنی در شوال سال دوم هجری غزوه بنی قینقا به وقوع پیوست سبب این غزوه طوری که ابن هشام از ابو عون روایت می کند که زنی از عربها پیراهنی را به بازار بنو قینقا برد و آن را فروخت و کنار دکان ریختگری نشست اطرافش را گرفتند و از او خواستند که صورتش را نمایان کند ولی آن زن حاضر نشد چنین این کاری بکند آن مرد زرگر دو طرف جامعه زن را گرفت و به آن که آن زن متوجه شود آنها را از پشت گریه زد وقتی که آن زن برخاست قسمتی از بدنش آریان شد یهودیان خندیدند زن مسلمان فریاد کشید یکی از مسلمانان که آنجا بود با یک ضربه آهنگر را کشت یهودیان هم آن مسلمان را کشتند خشاوندان آن مسلمان از سایر مسلمانان علیه یهود بنی قینوقا درخواستی کمک کردند و بدین ترتیب فتنه ای برپا شد پس از این عهدشکنی پیانبر اکرم ص اللهعله وسلم به طرف بنو قینقا حرکت نمودند آنان وقتی پیانبر صل الله علیه وسلم را دیدند به قلعه هایشان پناه بردند پیانبر صی اللهعلیه وسلم آنها را سخت محاصره کردند و دستور دادند که آنها از مدینه خارج شوند و هرگز اجازه ندارند در اطراف مدینه سکونت کنند یهود و قینقا به سوی شام کوچ کردند و دیر نپایید که بیشترشان هلاک شدند سیره ابن هشام دو چهل و هفت چهل و نو و مرجع سابق غزوه السویق در زلحجه سال دوم هجری غزوه سویق اتفاق افتاد ابو سفیان پس از شکست در بدر نظر کرده بود که هرگز غسل نخواهد کرد تا اینکه با محمد صلی الله علیه و بجنگد بنابراین با 200 سوار بیرون شد تا به سوگندش جامعه عمل بپوشاند آنها تا نزدیکی آمدند پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز به همراه 200 تن از صحابه برای مقابله با آنها خارج شدند ابو سفیان مخفیانه به خانه سلام ابن مشکم سردار بنی نظیر رفت سلام از ابو سفیان پذیرایی نمود در قسمت آخر شب ابو سفیان نزد یارانش برگشت و گروهی را فرستاد تا به قسمتی از مدینه به نام عریض یا عریض حمله و آنجا را غارت کنند آنها تعدادی از درختان خرما را سوزاندند و مردی از انصار را که با یکی از همکارانش که مشغول زراعت بودند کشتند و بازگشتند و به سوی مکه گریختند وقت این خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید به سرعت ابو سفیان و یارانش را دنبال نمودند اما آنها گریخته بودند در راه کیسه های غذاهایشان این سویق افتاده بود اما از بس برای فرار عجله داشتند کیسه ها را بر نمی داشتن. و مسلمانان غذاهایشان را به مدینه بردند و به همین دلیل این غزوه را غزوه سویق نامیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا منطقه به نام قرقرت کدر آنان را تعقیب نمودند و پس از آن به با مدینه بازگشتند در این غزوه جانشین پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شهر مدینه ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی الله عنه بود مرجع سابق غزوه بنی سلیم در محرم سال سوم هجری غزوه بنی سلیم رخ داد که به قرقرة القدر <تصالح> نیز معروف است بنی سلیم از قبیله غطفان نیروی خود را برای جنگ علیه مدینه آماده کرده بودند و پیامبر اکرم ص الله عله وسلم به همراه د۰۰ تن برای مقابله با آنان خارج شدند ولی جنگی به وقوع نپیوست جانشین پیامبر اکرم ص اللهعلهوسلم در مدینه صباعابن عرفوته رالله عنه با ابن عم مکتوم رلهه بوده است غزوه ذی امر در محرم سال سوم هجری غزوه ذی امر که به غزوه غطفان نیز معروف است رخ داد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با 450 شخص برای رویارویی با آنان خارج شدند ایشان صلی الله علیه و سلم جانشین خیش بر مدینه عثمان ابن عفان رضی الله عنه را تعیین نموده و با گذشتاندن ماه سفر در منطقه نجد بدون اینکی درگیری رخ بدهد به مدینه برگشتند ر بقسه زیدبن حارثه ریالله عنه در جماعد الآخر سال سوم هجری پیانبر صلی الله علیه وسلم سریه ای را به فرماندهی زیدابن حارثه ریالله عنهو فرستادند که هدف به چنگ آوردن قافله قریش بود گروه ازامی کاروان قریش را غافلگیر کرد نگهبانان کاروان راهی جز فرار نداشتند بنابراین بدون کوچکترین مقاومتی گریختند و زید رضی الله عنه تمام اموال کاروان را به غنیمت گرفت در این حمله مسلمانان راهنمای کاروان و بر روایتی دو نفر دیگر را اسیر کردند و غنایم فراوانی از جمله ظروف نقره که یکصد هزار درهم ارزش داشت به دست آوردند پیامبر اکرم صلی الله و علیه وسلم پس از جدا کردن خمس این غنایم بقیه را بین افراد سریه تقسیم نمودند و راهنمای کاروان قریش فرات ابن حیان به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسلام آورد این نیز مصیبت سخت دیگری بود که قریش پس از جنگ بدر بدان گرفتار شدند و بار دیگر بر اندوه و پریشانی آنها افزوده گشت مرجع سابق غزوه احد شکست مشرکین مکه در جنگ بدر فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرد مسلمانانی که تا دیروز زیر شکنجه و آزار آنان بودند امروز در این نبرد پیروز شدند و بسیاری بزرگان مکه را به قتل رساندند به همین دلیل مشرکین مکه برای انتقامجویی خود را برای جنگ مجدد با مسلمانان آماده می کردند عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نامه نوشت و ایشان را از نزدیک بودن جنگ با خبر کرد لشکر مکه با تعداد و توانی که داشت به سوی مدینه حرکت کرد حس انتقام جویی و خشم نهفته در درون سینه های مشرکین چنان شعلور بود که از نبرد سخت و جنگ خونین خبر می داد در نیمه شوال سال سوم هجری غزوه احاد اتفاق افتاد در واقع این غزوه امتحانی بود که در آن مؤمن راستگو یعنی صحابه و منافق دروغگو یعنی منافقین مشخص شد که در رأس این منافقین ابن سلول بود همچنان غزوه احد امتحان بزرگی برای صحابه رضی الله عنه اجمعین در دفاع از پیامبرشان بود که محبت حقیقی آنان نسبت به پیامبرشان آشکار شد زیرا جانهای خود را فدای ایشان کردند این غزوه از سختترین غزواتی بود که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذشت در این غزوه دندانهای پیشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شکست و کلاه خود در سر مبارکشان فرو رفت اما الله عزوجل با نزول فرشتگان ایشان را حفظ نمود وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با سپاه صحابه کنار کوه احد موضع گرفتند و تعداد تیرانداز را بر تپه در همان حوالی گماشتند تا مشرکان نتوانند از پشت به مسلمانان حمله کنند جنگ آغاز شد و بعد از مدت کوتاهی مسلمانان پیروز شدند در این هنگام تیراندازان که معمور دفاع از یک تپه مسلط بر میدان نبرد بودند سنگرهای خود را رها کرده و برای جمعوری غنایم با دیگر مسلمانان پیروز پیوستند اینجا بود که سپاهیان مکه فرصت را غنیمت شمرده و با دور زدن آن تپه از پشت به مسلمانان حمله بر شدند و مسلمانان از دو طرف در محاصره قرار گرفتند در همین لحظات شایعی به سرعت منتشر شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیده است مجموع این عوامل سبب شد که بیشتر مسلمانان صحنه نبرد را رها کرده و متفرق کردند اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تعداد انگشت شماری همچنان به مقاومت می پرداختند و بر اثر همین مقاومت بود که با وجود شکست مسلمانان در این نبرد اما کفار نیز به پیروزی صد در صد دست نیافتند در این غزوه سی و هفت نفر از سپاه مشرکین مکه کشته شدند و هفتاد نفر از صحابه کرام به شهادت رسیدند که در رأس آنان سید الشهدا حمزه ابن عبد کاکا و برادر شیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود مرجعی سابق غزوه احاد درس ها و عبرت های بزرگی از خود بجا گذاشت علامه ابن قیم در کتاب زاد المعاد عبرت های زیادی از این غزوه را برشمرده است که می توانید به آن مراجعه کنید ادامه بحث را در حلقات بعدی دنبال نمایید سیرت اخلاقی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تولید و نشر مرکز دعوتی پیمان در فیسبوک با فارسی بنویسید صفحه رسمی پیمان پرودکشن دریافته دنبال نمایید و با دوستانتان شریک سازید